خب بیننده های کل اسپری میرسیم بخش اینترویو یا همون مصاحبه. امروز مصاحبه تلفنی داریم با آقای احمد سعیدی، همون وابسته شدم به تو کردم عادت که همه هم میشناسیمش. احمد جان سلام علیکم، بیننده کل اسپری داری، به او که شروع کنیم. فرج جون سلام، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان خوبتون، عرض ادب و احترام دارم. احمد جان من طبق رسم برنامه‌مون یه ویدیو پخش میکنیم که بعد مصاحبه رو ادامه بدیم. اسم اون ویدیو رو فقط خودت بعد بگی. کدوم ویدیو تو دوست داری پخش کنیم که بعد بریم سر مصاحبه؟ از ویدیوهای خودم فکر کنم مراقبت بودم. مراقبت بودم. برمیگردیم. قصه تو رو نبینه، اما تو بی تفاوت، فرق من و تو اینه. چند وقتی میشه دیگه تو چشمات سادگی نیست، این زندگی کناره شبیه زندگی تو دور از اینجاست، تو دیگه نیستی پیشم، من چه جوری بتونم باز عاشق کسی شم؟ دنیا ما عاشقونه، من پای تو گذاشتم، من از تو انتظار این سردی رو نداشتم. احمد جان یه بیوگرافی خیلی مختصر کوچولو مفید اما کامل برای من لطف می‌کنی. من احمد سعیدی ام، 24 سالمه، ساکن شیراز. حالا فکر کنم سوال بپرسی من جوابتون رو بدم بهتره اینجوری. تا اصالتا شیرازی هستی؟ آره اصالتا شیرازی. بعد چه ماهی؟ فروردین. فروردین. کارت از کجا شروع کردی؟ حالا کارمو از سن 13 14 سالگی شروع کردم. از من یه نوازنده‌ام، کلا ساز می‌زدم، اینکه حالا در کنارش هم میخوندم دیگه. حالا به هر حال یه تایمی گذشت تا تونستم حالا راهشو پیدا کنم و اینکه یه خورده تجربه به دست بیارم. اینکه حالا به هر حال الان 3-4 ساله دارم کارامو میدم بیرون. چند تا کار تا حالا دادی بیرون؟ فکر کنم 10 تا آودیو دارم، 10 تا ترک دارم، 4 تا هم ویدیو، که الان ویدیو 5 هم استارت دادم تا این مدت دیگه تقدیمتون میشه انشالله. خیلی هم عالی. کدوم یکی از کاراتو بیشتر از همه دوست داری؟ والا نمیشه گفت کدوم کارامو بیشتر از همه بقیه کارام دوست دارم. همه کارامو دوست دارم، ولی خب من معمولا با مراقبت بودن بیشتر ارتباط برقرار میکنم. با کدوم کارگردان بهتر کار میکنی و با کدوم آهنگساز؟ کارگردان که من کار اولمو که با سینا مهین بستم، 3 تا از کارامو بوشهری برادرز برام زدم.
خب معمولا با اینا راحت‌تر بودم دیگه، که دوست خوبم هادی استار استودیو الانم داره تصویر منو میگیره اون پشت. سلام ما هم بهش برسون. حتما حتما قربونتون برم. الان دقیقاً کجایی؟ الان دقیقاً سر تصویر برداری هادی جونم. گفتم یه تایمی اختصاص بده که من حالا بتونم این مسابقه با شما داشته باشم، یه سری تصویر از من بگیرم. لطف کردی. احمد جان ایران میمونی؟ والا خطرناک شد سوالاتون. آره موقع فعلا که تصمیم خاصی ندارم. چی شد که خواننده شدی اصلا؟ چی شد که خواننده شدم؟ والا نمیدونم. خوندم یه روز برای یکی از دوستان خوندم خوشش نیومد، بعد برای یکی از دوستای دیگه هم خوندم خوشش اومد. نمیدونم. خوانندگی یه چیز ذاتیه دیگه، به هر حال چیزی نیست که به دستش بیاری. به نظر من میتونی بهترش کنی، ولی خب باید تو ذات آدم باشه. چند تا خواهر برادری؟ چند تا خواهر برادرم؟ من دو تا داداش دارم یه خواهر. سناشون رو میتونی من بگی؟ سناشون خواهرم که 40 سالشه، کوچیکترین داداشم 35 سالشه. من از کوچیکترین فرد خانواده 10 سال کوچیکترم. اونا هم در زمینه موسیقی هن؟ یعنی در زمینه هنر هستن؟ نه خواهرم معلمه، داداشم هم که. با کی دوست داری کار کنی؟ در چه مورد؟ در مورد خوانندگی دیگه. در مورد خوانندگی؟ آه یعنی باش بخونم؟ بله. خب سوال سختیه، نمیدونم. اصلا مهم نیستش که اون شخص مورد نظرت اسطوره است یا نیست، فقط اینه که خودت با کی دوست داری کار کنی، فقط علاقه شخصیت. من همه خواننده رو دوست دارم، ترجیح میدم سوال. نمیدونم چه جوابی باید بهتون بدم آخه در این مورد. خب میخوام یه جور دیگه بپرسم. یه خواننده خانم بگو، یه خواننده آقا که دوستشون داری. آها اینجوری بهتر شد. داره فقط گفتم هیچ فرقی نداره که اون فرد مورد نظر اسطوره است یا نه، فقط علاقه شخصی. خانم هایده و آقای داریوش رو خیلی دوست دارم. خب مسلما تو کار خوانندگی هم خیلی کمک کردم به من، که خیلی تکنیک ها ازشون یاد گرفتم. فکر کنم اونا. شغل دیگه به جز خوانندگی داری؟ شغل دیگه به جز خوانندگی که نه، فقط بعضی وقتا آهنگسازی میکنم. نه کار دیگه به جز خوانندگی. حالا احمد جان یه سوال شخصی، به کی وابسته شدی و کردی عادت؟ من به خودم وابسته شدم و به خودم کردم عادت، به کسی وابسته نشدم. اولی آهنگت بود که یعنی ویدیو با ویدیوش گرفت دیگه، درسته؟ با ویدیو اومد. آره. انتظار همچین استقبالی داشتی از مردم؟ والا تقریبا آره، چون من قبلش 3 تا ترک داشتم که اونا رو ویدیو نکردم، یعنی تلاش کردم به تنظیم و خوندن رسید، ولی خب احساس می‌کردم که هنوز اون ترکی نیست که باید جواب بگیرم ازش. بعد از وابسته شدم مثلا، چون میدونستم ترک خوبیه اونو ویدیو کردم و اولین ویدیویی بود که از من اومد بیرون، من که خدا رو شکر خوب بود دیگه، جواب گرفتم ازش. تصویربرداری اون موزیک ویدیو تو خودم شیراز بود؟ آره اونم شیراز بود. من کلا همه کلیپامو شیراز گرفتم. ماشینه مال خودته؟ نه ماشینه مال دوستمه. اصلا تا حالا عاشق شدی؟ عاشق شدم که آره عاشق شدم 100%. هر آدمی تو زندگیش عاشق میشه. چند بار؟ چند بار که دلمون قدم گنده نیست، یه بار. جدی است یا شوختب؟ جدی یا شوختب؟ بعضی وقتا خیلی جدی، بعضی وقتا خیلی شوختب، حالت متعادلی ندارم. خواخه اگه بخوای الان بسنجیمت یه جوک بگو دور هم خوش باشیم. جوک خیلی حالا جوک نیستم. یه دونه هم جوک بلد نیست، نگه میشه؟ واقعا بلد نیستم. تا حالا سوتی دادی؟ سوتی هم که دادم آره زیاد. یه دونه شو بگو. یه دونه شو بگم. الان باید فکر کنم آخه سوالاتون. فکر میکنی؟ مشکل نداره. نمیدونم. الان چیزی به ذهنم نمیرسه. خب میخوای یه خاطره خیلی جالب تعریف کن. اگه تو خود همون پشت صحنه موزیک ویدیوات باشه بهتر. خاطره خیلی جالب. تو اون کلیپ آخری که زدیم با بچه‌ها، خب یه جایی بودیم که خیلی بارون میومد، برف میومد. اصلا خیلی هوا سرد بود، تو اوج زمستون بود دیگه برخلاف. خیلی اذیت شدیم. شاید یه خاطره خوب و یه خاطره بد باشه. ماش می‌رفتیم تو ماشین دستامون رو گرم می‌کردیم می‌اومدیم که بتونیم تصویر بگیریم. یه خورده سخت بود. سیگار می‌کشی؟ سیگار می‌کشم که سیگارم خیلی کم می‌کشم. آره. چقدر اهل مهمونی و پارتی و اینا هستی؟ اصلا پارتی می‌کنی؟ اصلا اهل مهمونی نیستم. فقط مهمونی ها رو دوست دارم که معمولا با دوستای خودم باشه. بیشتر دور همی رو دوست دارم تو مهمونی. پس اهل رقص و اینا هم نیستی؟ اهل رقص هم نیستم. ماشین بازی دوست داری؟ ماشین بازی هم دوست دارم. آره. تا حالا شرکت کردی توی مسابقات ماشین و اینا؟ نه تو مسابقات در اون حد دیگه نه. پلیس تا حالا چند بار جریمت کرده؟ خیلی خیلی. تا حالا شده بهش بگی که آقا تو رو خدا مثلا جریمم نکن این حرفا؟ شده بگم. آره. تا حالا شده که اون پلیس بشناسته دایی که مثلا تو
مثلا ای احمد سعیدی پس جریمش نمی کنم. این اتفاق ما رو افتاده. پس اون موقع کلی خوشحال شدی. آخه یه بارش جریمه شدم در این حال که فهمید که احمد سعید. غذای مورد علاقه چیه؟ غذای مورد علاقه معمولا همه غذا رو دوست دارم، ولی خب فکر کنم تهشین. ورزش میکنی؟ ورزش آره، من کلا تکواندو کار بودم، 7 8 سال تکواندو کار میکردم، الان کمربند مشکی دانه دو. یا خدا یا آره دیگه قسم. خب یه خورده گرفتاری زندگی و شرایط موزیک دیگه باعث شد که بذارمش کنار. تاثیرگذارترین آدم توی زندگیت کی بوده؟ تاثیرگذارترین آدم توی زندگی، خب اول داداشم بوده، مشوق اصلیم داداشم بوده، داداش بزرگم. بعد آقای مهدی شرزه که واقعا بهشون مدیونم، و خانم دیانا فضلی. احمد جان شب رو بیشتر دوست داری یا صبح؟ من شبا رو بیشتر دوست دارم، صبح رو اصلا دوست ندارم. چرا؟ احساس میکنم شبا آدم با احساس تره. وابسته شدم به تو که عدم عادت داره. خیلی. چقدر کامپیوتر بلدی؟ کامپیوتر من کلا رشتم کامپیوتره. اوه جدی؟ کاردانی کامپیوترم. نرم افزار یا سخت افزار؟ نرم افزار. تا حالا شده چیزی رو بخوای به کسی بگی اما فرصتش برات پیش نیومده؟ آره 100%. من بازم میگم با آقای مهدی شرزه همیشه میگم مدیونم، خیلی به من لطف کردن، خیلی به منو حمایت کردن تو کارم، مثلا هر جا هستم موفق باشم. حالا سوال شخصی بکنم، وزن و قدت چنده؟ وزن و قد همه شخصی شد کردم. وزنم فکر کنم 60 خورده باشه، قدم هم 167. با طرفدارات چقدر رفیقی؟ خیلی سعی میکنم که خیلی رفیق باشم با طرفدارام، خیلی دوستشون دارم. من معمولا تا حالا خیلی کم اتفاق افتاده که جواب یکی از اون طرفدارایی که حالا تو فیسبوک یا حالا هر جای دیگه به مسیج میدن ندم. اینکه ایشالله همیشه بتونم تایم داشته باشم، وقت آزاد داشته باشم که به طرفدارام برسم. انقدر شهرت پر احساسه که دردامو میبره، حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره. انقدر زیباست لبخندت که اخمامو میشکنه، من خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه. واسه یه بار بشین به پای حرفا، از سر قلبم تو رو میخوام. دوست داشتی الان دقیقا کجا بودی؟ دقیقا همین الان ها. الان کجا بودم؟ دوست داشتم الان پیش پدر و مادرم بودم. پدر مادرت نیستم پیشه؟ چرا هستم پیشم، ولی خب یه خورده سن و سالشون بالا هست، من سعی میکنم که همیشه بیشتر وقتمو پیششون بگذرونم. که آفرین بر برند یا مارک مورد علاقت چیه؟ برند من فیوریتم آرمانی و دیزل هم، معمولا سعی میکنم که همیشه از اینو خرید کنم. حتی خب تو ایران که خیلی خوب نمیتونی تهیه کنی، ولی خب. به جنس مخالفت چقدر اعتماد داری؟ اصلا اعتماد ندارم جان؟ معمولا هیچ وقت اعتماد نداشتم، ازشون میترسم. جدی؟ آره. پس هیچ وقت وابسته نشو، نکن عادت. وابسته آره، میگم که این سوالو همیشه از من میپرسن که حالا این آهنگا برای کی خوندی، این که آهنگاتو برای کی میخونی، به کی وابسته شدی. به نظر من آدم یه حس درونی داره دیگه، به هر حال میتونه با حس درونی خودش، حالا با حس احساساتش حتما نباید نسبت به طرف مقابلش باشه، به جنس مخالفش باشه. خب من مسلمان همه حس دارم دیگه. مراقبت حس خوبیه؟ همونطور که میگی مراقب تو بودم هم. 100%. قضیه اون چیه؟ قضیه اون شعرش چیه که خوندی اینا؟ قضیهش رو بذارید پیش خودم بمونه دیگه. عشق بیگناه رو واسه کی خوندی؟ واسه کسی نخوندم، تو رو خدا حدیث حالا از من نپرسید. همش واسه خودت خوندم جوری؟ همش رو به خاطر خودم خوندم، همش رو با احساسات درونی خودم خوندم. ماشینت چیه؟ ما چه ماشینی داری؟ من 206 دارم. چی رو مخته که خیلی عصبیت میکنه؟ اینکه وقتی یه چیزی رو به طرف مقابلم میگم چندین بار تکرارش میکنم بازم نفهمتش، این خیلی عصبی میکنه، بازم نتونه درکش کنه. فیلم دوست داری؟ فیلمم آره، فیلمم دوست دارم. چه جور فیلمی؟ فیلمای معمولا حالا یه خورده احساسی تر بیشتر دوست دارم، چون میتونم بیشتر باهاشون ارتباط برقرار کنم. اسم آخرین فیلمی که دیدی چی بود؟ فکر کنم نوت بوک بود. قشنگ بود، دوستش داشتی؟ آره اونم احساسی بود، خیلی خوب بود. چرا نیکنیم نداری؟ الان همه خواننده ها یه نیکنیمی دارن. من کلا اسمم احمد، هیچ وقت نخواستم داشته باشم، اسمم دوست دارم. گفتی ساز میزنی، چه سازی میزنی؟ من کلا این نوازنده هم، من گیتار اسپانیش بیس الکتریک میزنم، الان 9 سال ساز میزنم. آخرین اسمس که رو گوشیت اومده لطفا برام بخون. آخرین اسمس الان باید بخونم؟
آره حتما. این آخرین اسمس، واقعا آخرین اسمس، هنوز هم با این که گفتم غریبه نیستم نمیخوای جواب بدی. تا حالا رپ خوندی؟ رپ نه نه، علاقه هم ندارم. اصلا سعی هم نکردی بخونی؟ نه نه، هیچ وقت دوست نداشتم، اصلا فکر نکنم بتونم بخونم. رپر مورد علاقت کیه تو ایران؟ رپر یاس، خیلی دوستش دارم، خیلی کاراش دوست دارم. با هم دوست هستین؟ نه نه نه، تا حالا ندیدمش. بیلیارد بلدی؟ آره بیلیارد خیلی بازی می‌کردم قبلا تو دوره دبیرستان و حالا دانشگاه. بهترین اتفاقی که تو زندگی تو افتاده چی بوده؟ بهترین اتفاقی که تو زندگی افتاده این که آهنگ وابسته شدم من گرفت. کارتون مورد علاقه بچگیت؟ کارتون مورد علاقه بچگی فوتبالیستا. چقدر وقت میذاری واسه فیسبوک؟ فیسبوک خیلی کم، معمولا خیلی کم. به خاطر همین میگم شاید بعضی وقتا بعضی آدرسام ناراحت شن که چرا جوابشون رو ندادم، ولی خب واقعا وقت نمیکنم واخه. مسافرت دوست داری؟ عاشق مسافرتم. آره. دست جمعی یا تنهایی؟ دست جمعی معمولا، خصوصی مجردم. کلم پلو دوست داری؟ کلم پلو شیرازی رو دوست دارم. آره. خودت هم بلدی درست کنی؟ من غذا بلد نیستم درست کنم. خب احمد جان چند تا کلمه بهت میگم، اولین حسی که به دست میاد بگو، میتونه هم کلمه باشه میتونه هم جمله باشه. باشه؟ اوکی. آره. بیوک. بیوک وابسته شدم. حمید طالبزاده. حمید طالبزاده یه شخص فوق العاده با شخصیت و محترم. دبی. دبی عرب. حافظ. حافظ اسطوره ایرانیان. آلپاچینو. آلپاچینو فیلمشو خیلی دوست دارم، برس خیلی نزدیک دیدمش، فکر کنم یکی دو هفته پیش به تازگی یه بار دیگه دیدمش. عشق. عشق قشنگه. هوس. هوس خوب نیست. باراد. باراد دیگه. آره باراد خواننده. باراد خواننده دوست خیلی خوب و صمیمی من. سوسن خانوم. ابرو کمون. برج میلاد. برج میلاد خیلی دوست داشتم میتونستم توش کنسرت بذارم. شراب. شراب خصوصی شد دیگه. برادران بوشهری. دوستایی خیلی خوب و صمیمی من، خیلی به من کمک کردم. محمد رضا گلزار. محمد رضا گلزار خب یه بازیگر خیلی خوب. شاه چراغ. شاه چراغ. شاه چراغ در شیراز. حسن شمایل زاده. یه آهنگساز خیلی خوب. نیکو نیکو. بچگی ها دوست داشتم کارتون. شبکه 3. شبکه 3. شبکه شما. کل اسپری. کل اسپری گیر دادن. خب احمد جان در آخرم کارهایی که قرار ازت بیاد بیرون رو برای ما بگو، کلن ویدیوها، آهنگها، اگه آلبوم میخوای بدی بیرون آلبوم ها رو بگو، کلن چیزایی که تو راه رو لطفاً لطف کن به بیننده های محترم کل اسپری بگو. کاش من اصلا کلن قبل از وابسته شدم توضیح بدم تو این کارهای جدیدم که الان داره ازم میاد بیرون. من سه تا از کارامو دوست خیلی خوبم مرداد عباسی کارم جمع کرد که بعدش یه تایمی رو با نیما علامه کار کردم، از کار وابسته شدم، عشق بیگانه ها مرا به تو بودم. اینکه الانم دارم با آقای بهروز علیاری کار میکنم، یه شخص فوق العاده هنرمند و خوش اخلاق که ایشالله فکر کنم 4 تا کار قرار برام جمع کنن. یکی از کارام که الان آماده است داره میاد بیرون و که ویدیوش هم سینما این داره زحمت میکشه برام جمع کنم. خیلی ممنون که با کل اسپری بودی. قربونت برم. مرسی، خوشحالم.